به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، آخوندهای فکولی، آخوندهای دکتر، آخوندهای ساکن در کشورهای مترقی، آخوندهای دزد با کراوات، سرداران سپاه دزد با کراوات، همه دزدند، همه برای دزدی اومدند. متاعی که دارن میفروشند وطنه. مثل آخوند که خدا میفروشه دزدی میکنه، فرض کنید این یارو که نمیدونم دکتر چیچی اینا تو واشنگتن لابی دارن و خودشون هم لابی شدن، اینا وطن میفروشن دزدی میکنن. بی پدر و مادرن، هیچ فرقی نمیکنه، عمامه سرش باشه یا کراوات بزنه هیچ تفاوتی نمیکنه. دزد است اگر کسوت قاضی دارد. دزدها میدونن که دزدی کار بدیه و اگر این دزدی رو بدن اینجوری رسمی بکنن باید به یه نفر جواب بدن. نتیجتا میرن از الله پشتیبانی میگیرن، میگن آقای الله، ما اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردیم، شما بیا به ما کمک کن که ما خوب بتونیم بدزدیم. الله میگه شما باید پایه‌های اسلام نیاب محمدی رو محکم نگه دارید. اگر این پایه ها محکم نگه داشته شد، به نام اسلام هر چی دلتون میخواد بدوزید، حلال طیب طاهر. من از 1400 سال پیش اجازه دادم که برن غارت کنن، آدم بکشن، 20%شو بدن سهم الله و بقیه رو خودشون بخورن. شما نمیخواد 20% به ما بدین، همه رو خودتون بخورید. بابت 20% ما بدین به فلسطینیا. الله پشتیبان ایناست. کدوم الله؟ اللهی که اون بالا طبقه هفتم هشتم اینا نشسته. این که میگم هفتم هشتم، آخوندها هر وقت بخوان طبقهش رو عوض میکنن. الله آدم ایناست. الله به درد این میخوره که اگه من یه چیزی بخوام بگم شماها باور نکنید، بگم الله گفته. الله فقط به این درد میخوره، به هیچ دردی دیگه هم نمیخوره، چون خودش نه عرضه‌ای داره نه هیچی، به اسمش همه کار میکنن. خب این الله پروانه دزدی میده. یه الله دیگه هست زیر زمین، ما خودمون کردیم زیر زمین 1200 سال پیش. این الله رو کردیم قاطق که روغن تو سرداب، اسمشو گذاشتیم امام زمان. قصه های مختلف هم ازش آوردیم. الان یه مطلبی دیروز به دستم رسیده بود، این یارو مرتی که الهام فامیل چیز گفته، فامیل این انتری نجات، حفظ حکومت از جان امام زمان مهمتر است. گور پدر امام زمان، حفظ حکومت مهمه. الهام داره میگه، روزنامه کارگزاران چاپ کرده، سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق، نه سارقا، صادق. بعضی ها اشتباهی میگن امام صادق، نه، امام صادق.
امام ششم، امام صادق، امام جعفر صادق، یعنی راستگو. در عربی اینا خیلی نزدیک به هم دیگه. سارق بگین توهینه، یعنی دزد. بعد بگین امام جعفر صادق. میگه بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب آور بود. گفتم حفظ حکومت از جان امام زمان عجه مهمتر است، چون امام زمان هم جان خود را فدای این حکومت میکند. پس امام زمان هم جانش را فدای حکومت دزدان میکنه. نکنه امام زمان هم دزد باشه؟ من نمیگم، این یارو چیز میگه، الهام میگه. چون حکومت ابزاری برای برقراری دین و اسلام است. برای برقراری دین و اسلام یه ابزار دیگه داریم، اللهه. ابزار رو باید مصرف کرد. به گزارش شیعه نیوز، به نقل از روزنامه کارگزاران، سخنگوی دولت با اشاره به حکومت حضرت علی گفت حکومت ابزار قدرت است، یعنی از توش پول در میاد. اگر اقتدار نباشد نمیتوانیم حکومت برقرار کنیم. لذا وقتی حکومت مستقر است، حفظ آن برای حضرت علی جدی است. در حقیقت حکومت یک عقیده و یک جنگ جدی برای اقامه عدل است. این منظورش از عدل همون دزدی بوده. منتها اگه بگه دزدی، مردم میگن اه، میگه عدل. بعد وقت خودشون میگن، یه دیکسیونری جدید از این لغت معنی جدید آوردیم، عدل یعنی دزدی، که باید برای چنین اقتداری جدی بود و جلوی یک اقتدار منفی ایستادگی کرد. زنهای مردم اگه اینقدر موشون میاد بیرون، کتکشون بزنیم ببری زندان اوین. اسلام نو به محمدیه. ببینید اون کسی که از این دفاع میکنه چقدر آدم بیشرفه، بیناموس، بی همه چیزه. وی ادامه داد، بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب آور بود. گفتم حفظ حکومت از جان امام زمان مهمتر است، چون امام هم جان خود را فدای این حکومت دزدان ما میکند. چون حکومت ابزاری برای برقراری دین است. پس بنابراین او الله بالایی رو که اونجوری منترش کردن، این الله زمینی هم که سیر زمینیه، حفظ حکومت از جان اون واجب تره. اگه قرار بشه سر امام زمان هم میبریم، حکومت رو نگه میداریم. اما با همه این حرفا، در اصل 1400 سال مخشویی هنوز آدمهای کودن زیادند. اینا رو میشنوه اما هنوز میگه به و تعدادشون خیلی زیاده. به همین دلیل انتری نژاد خیلی از سر اون مردم زیاده، یا آشغالی هزار درجه بدتر از انتری نژاد باید بیاد و رئیس جمهورشون بشه، مثل محمد چاچول باز، خاتمی دزد، رفیق رفسنجانی دزد، با کمک رهبر دزد، سه قوه دزد، سه مجلس دزد، 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 دزد. شما چی میگین؟ یه عده میفهمن، یه عده میگن با. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعر کوتاهی برای من رسیده بود، شعر قشنگیه، یعنی شعر فرسیه. تاریخ
حدیث جاودان است، آینه قدمت زمان است، غمنامه درد و رنج بسیار، چون گنج به سینه‌اش نهان است. بر میهن خونچکان من نیز زخمی است که خنجرش نشان است. باشد که دمی از او بپرسند اشکش ز کجا چنین روان است، شاید که ز قصه باز گوید بغضی که نهفته بر زبان است. اشکم ز جفای دشمنم نیست، اشکم ز جفای دشمنم نیست، از دوست مراست کین چنان است، از دوست مراست کین چنان است. با تشکر از فرهاد کوهکن. این دوست ها ظاهرا دوستند. یک مقداری من با شما دوستان حرف دارم امروز. حرفم هم اینه، من میدونم فرهیختگانی بین شما هستند که از نظر دانش من یک هزارم اونا نمیشم، پس بنابراین من حرفی ندارم برای اونا بزنم، اونا از من جلوترن. خودشون کسانی هستن همسنگ من میفهمن، اونها به من میگن چه کار بکن، من نمیتونم حرف شما رو گوش بدم، برای اینکه بینندگان من همه توی یک ترازو نیستند. اختلاف پتانسیل دانش و فکر بین بینندگان من از صفر تا بی نهایت. و آشنایی من با بینندگانم بعضی وقتا همین امروزه، یعنی امروزی که من دارم با شما حرف میزنم، یه عده جدید اومدن نشستن و گوش میدن. در اثر تلاش و کنکاش دوستانی که در ایران هستند یا در خارج از ایران هستند، معرفی میکنن این برنامه رو، این یا سایت های منو معرفی میکنم، یا بدین بابا این بابا رو بشناسین ببینین چی میگه. بنابراین نوع گفتار من جایی که من هستم خیلی سخته. من زبانی رو باید انتخاب بکنم که برای بعضیا زبان عوامه، ولی برای بعضیا زبان خودشونه، برای بعضیا قابل فهمه. اون زبان گرفتاری داره. این زبانی رو که من انتخاب کردم حرف بزنم، آقای استاد دانشگاهی که پای گفتار من میشینه حوصله‌اش سر نمیره. اون کسی هم که حتی یک کتاب نخونده امروز اومده نشسته با ما و مهمان اولین روز ماست، او هم حوصله‌اش سر نمیره، میگه بذار ببینیم یارو چی میگه. ضمن سپاس بیکران از راهنمایی‌های شما، همه ی حرفاتون رو نمیتونم گوش بدم، چون آدم راستگویی هستم، عادت دارم تکلیفم رو معلوم کنم. باز به اون زبونی که یه عده از دوستان بهتر متوجه میشن، من همیشه قاپم رو شق انداختم. من هیچ وقت نمیگم که حسن یعنی حسین. من هیچ وقت نمیگم، فرض کنید این کتابی که امروز من آوردم راجبش براتون صحبت بکنم، سیر و تحقیقی در آیین موسایی، این آقا بسیار زیبا نوشته، آدم دانشمندیه، کتابهای بسیاری خونده، ولی تیغو از رو نبسته، حرفاشو زده. اما مثلا گفته که داستان خلقت که قصه ایست
که خیلی بچگانه است، باید روش فکر کرد. نگفته من میگم من باور نمی کنم. ایشون مؤدبانه گفته کاش کسی راجب قرآن این تحقیقات رو میکرد و این تیکه ها رو میکشید بیرون و میگفت. کاری که من دارم میکنم، من میدونم دارم چه کار میکنم. نگران حال من نباشید که اگه من حرص خوردم یا مردم یا هر چیزی، اصلا مسئله این مسائل نیست. من همه حرفایی که باید بزنم زدم، من کارامو کردم، منتها امروز روز یه عده‌ای نمیخوان متوجه بشن، زیادی هم متوجه شدن، یه عده زیادی متوجه شدن میترسن متوجه بشن. یه روزی احمد کسروی، هیچ کسی بی خودی یا آدمی نمیمونه تو تاریخ، یه حرف قشنگی زد، گفت ما یک حکومت به آخوندا بدهکاریم. خب اون روز مردم ممکن بود فکر کنن که ایداد بیداد، احمد کسروی میگه آخوندا باید بیان حکومت کنن. چون بعضیا که امروز اتفاقا یک ایمیلی دارم در این مورد که راجع به خود من نوشته و برداشت خودش رو به من نسبت داده، هیچ اشکالی نداره، من برای اینکه هیچ گرفتاری ندارم میخونم اون ایمیل رو. کسی نمیدونست احمد کسروی چی میگفت وقتی میگفت ما یه حکومت به آخوندا بدهکاریم. امروز میفهمیم که اگر حکومت دینی نمیومد، ما هنوز تعداد ببعی هامون خیلی زیاد بود، روشن نشده بودیم، مفهوم دین رو نفهمیده بودیم. اگرم اتفاقی می افتاد می گفتن اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. ما می گفتیم به اسلام محمد غیر از این بوده، نه هزار درجه بدتر از این بوده. اینا مثلا 40 نفر اعدام میکنن، حضرت رسول قربونش برم 700 نفر میشه سوگف گردن بزن. محاکمه نمیم فلان اینا نبود، دست و پای یارو رو بزنین تو اون گرمای عربستان بزنین زیر آفتاب که انقدر خونش بره تا بمیره. دستور قرآن آورده که این کار باید بکنی، کسی هم که نمیخونه که. قرآن برای ما همون دلی دلی بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد با آواز. ما نمیفهمیدیم قرآن چیه، امروز هم نمیفهمیم، خیلی هم نمیخوان بفهمن. ببینید من نه علامتی گذاشتم نه هیچی، همینجوری وا میکنم. سوره هود اومده آیه 99، آنها در دنیا و روز قیامت لعنت دور بودن از رحمت خدا را دنبال خود دارند، بد چیزی به آنها داده شده. این آیه قرآنه. حالا تو عربیش که وسط بخونن اصلا نمیفهمی چی میگه. آیه 100ش میگه این قسمتی از خبر مردم شهرهاست که داستان آنها را برای تو میگوییم، مقداری از آنها هنوز سرپاست و مقداری از آنها ویران شده. قصه است، قصه مربوط به 1400 سال پیشه. ما خودمو تیکه پاره میکنم میگم آقا برین قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید، اصلا ربطی به این کارا نداره. امام حسین توش نیست، علی توش نیست، امام زمان توش نیست، و تو که فکر میکنی مسلمونی تو نمیفهمی. ببخشید این لغت رو میگم، چون نمیفهمی میگم،
من میگم برو بفهم اگر دلت میخواد، اگر نه تو میفهمی و من نمیفهمم. حالا فردا یارو میگه توهین کردی به مردم. خوب کاری کردم که از یه حرفا از میدون در نمیرم. که حرف من حرف فهمیدنه. یه دی با فهمیدن مخالفم، یه دی براشون صرف نمیکنه مردم بفهمن. کی بود؟ روز جمعه بود، راجع به این چهار انقلاب صحبت میکردم. ما مردم نمیخوایم بفهمیم اشتباه کردیم یا خودمونو میزنیم به خریت یا برامون صرف میکنه خودمونو بزنیم به خریت، در حالی که کسی که دانش داشته باشه میگه بله اینجاهاش من اشتباه کردم. اون روز گفتم هر ملتی حق داره برای بهتر شدن انقلاب کنه، نه برای بدتر شدن. مردم کوچه و خیابون میگن دنبال روشنفکرامون راه افتادیم. روشنفکرا میگن که انقلاب ما رو دزدیدن. بیم بررسی کنیم که اگر من مخالفتی ندارم با انقلاب، اصلا با نمیدونم شاهنشاهی رو برداشتن، جمهوری رو با اینا هیچ مخالفتی ندارم، با شعور مخالفت دارم که شعور بگه من شاه رو ور میدارم یا آدم حسابی میذارم جاش، نه یک شالاتان دزد به نام خمینی رو. روشنفکرای ما این کارو کردن، حزبهای ما این کارو کردن، سیاستمدارای ما این کارو کردند، یا خائن بودند یا نمیفهمیدند. اگر خائن بودند حق حرف زدن ندارند، اگه نمیفهمیدند باید برن دنبال نفهمیشون ول کنن دیگه. من با اصل قضیه کار ندارم. شاه بعد ورش داریم، بعد باش کیو جاش بذاریم؟ خمینی رو، سنجابی رو، رجبی رو، کیانوری رو، بازرگان رو. اصلا خمینی هم مرده، شاه رو میخوام برداریم، یک کدوم از اینا رو میخوام بذاریم جاش. چی میدونیم از این آدم ها جز اینا که مثلا سنجابی میگه راه مصدق، بازرگان میگه وقتی میخوای تارت بگیری زاویه لوله باید اینجوری باشه، رجبی میگه باید آدم ها رو کشت، کیانوری میگه که ما میخوایم بریم تو شکم شوروی. حالا اگه یک کسی بیاد بگه ما نمیخوایم بریم روسی بشیم، چون ما مرز مشترک با روسیه داشتیم اون زمان، این شاه امریکاییه. من نمیگم شاه امریکایی نبود، من میگم این شاه باید چون خودش حریف روسا نمیشد به یک قدرت دیگم متکی بود. و هیچ وقت نمیگم که شاه اشتباه نکرد، ولی اینایی که اینها دارن میگن اینا خودشون هم نمیفهمن کجان، اصل اشتباهاتو نمیفهمن. این آقایی که من رو محاکمه کرده با درود با آقای فاضلی، اگر انتقاد پذیر هستید، اگرم نیستید که درودم پس میگیرم، لطفا ایمیل مرا در برنامه پاسخ دهید. من مدت یک سال از بیننده برنامه نوید آزادی هستم. در این یک سال شما را انقدر میشناسم که بتوانم از شما انتقاد کنم و البته شما نیز تحمل آن را دارید.
البته من نظر شما را در مورد فتنه‌گری دین، مخصوصا ادیان سامی و تحریف شیعه را تماما قبول دارم و دین را ابزار دست حکام می دانم. اولان که شما طوری به ما تلقین می کنید که انگار ما در زمان یزدگرد سوم در آسایش و رفاه بودیم و فقط یزدگرد سوم نیز فقط این تازیان مثل فتنه به جان ما افتادند. اگر تازیان 300,000 زن ایرانی را به کنیزی بردند یا به آنان تجاوز کردند، در زمان یزدگرد سوم نیز زنان به دلیل تحریفات موبدان و فتنگر دست کمی از آن نداشتند. اولا شما عذر میخوام چون قرار و به قول آمریکا یا وان تو وان حرف بزنیم. شما راجع به یزدگرد سوم هیچی نمیدونی، اصلا نمیدونی. ای کاش میدونستی و میگفتی. گرفتاری ایرانی ها از دست موبدان زرتشتی از خیلی جلوتر از اون شروع شده بود. دوران پادشاهی ساسانی فقط 3 تا 4 تا پادشاه جلو اینا وایسادن، همشون هم به دست اینا کشته شدن. دوران سقوط ایران از زمان 5 سال یا 10 سال آخر خسرو پرویز پیریزی شد به دلیل جنگ های ایران و روم و به دلیل خودخواهی و خودپسندی خسرو پرویز. در ظرف کمتر از 4 سال 12 پادشاه عوض کردند. همه چیز دست مغان بود، همه چیز دست موبدان زرتشتی بود. درست مثل همون وقتی که افغان ها میخواستن بیان، شاه سلطان حسین میرفت از آخونده میپرسید باید چی کار کنیم. اینجا نمیرفتن بپرسن، اینجا موبدان هرکی میخواستن میآوردن، هرکی نمیخواستن نمیآوردن. بزرگترین اشتباه این 4 سال این بود که حتما اون کسی که میذارن اونجا باید از تخمه ساسانی باشه. این بزرگترین اشتباه بود. شما دنبال یزدگرد سوم اینا نرو. یزدگرد سوم یه بچه‌ای بود که در استخر پیداش کردن، آخرین نفر بود و هنوز به هیچ جا نرسیده بود که کاری بکنه. همه ی عمرش هم تو در به دری گذروند و بالاخره هم کشتنش. بنابراین شما یزدگرد سوم نمیشناسی مطلقا. اما این که میگی همه چیز دست موبدان بود درسته، ولی موبدان 300,000 ایرانی رو نمیبردن بفروشن. شکست ایرانیان از اعراب مقصرش موبدانن. متها یه طرفی قضاوت که من دلم میخواد بخونیم بدونیم و بیا اصلا به من بگو مرد که احمق، این حرفی که تو میزنی غلطه، تاریخ اینه داره میگه. اما نادانسته بحث رو شروع نکن، هیچ ربطی به یزدگرد سوم نداره. ظرف 4 سال 12 پادشاه عوض شد. شوخی نیستش. 2 تاشون زن بودن. برای همین عربا که به زن اهمیت صفر هم نمی دادن، گفتن کشوری که پادشاهش زن باشه کشور رو میشه گرفت. فهم و شعور عرب هم اینقدر بود. اما این چیزی رو در مقابل 300,000 زن ایرانی رو که فروختن شما چون یزدگرد آدم بدی بود، عربا حق داشتن برن 300,000 تا زن ایرانی رو بفروشن. خودتو به اون راه میزنی یا واقعا تو اون راهی؟
بله در زمان یزدگرد سوم نیز زنان به دلیل تحریفات موبدان فتنه‌گر دست کمی از آن نداشتند. یعنی 300,000 تا 300,000 تا رو می‌بردن می‌فروختن. منظور شما از این نوشته اینه یا می‌خوای زرنگی حرفی بکنی؟ چرا که قوانین آن دوره مثل زمان ما برای زنان حقی قائل نبود، به طوری که هر مرد اجازه ازدواج با چند زن را داشت، هر مردی نه. اون زمان کاست بندی بود، طبقات مختلف بودن. اونایی که پول داشتن اجحاف میکردن به زنها، 100% درسته، ولی اون چیزی که شما داری تلقین میکنی اون غلطه. باز من میگم هر چیزی رو روی دانش و روی نوشته ها و خونده ها بگی من مخلصتم، اما اگه روی تعصب شخصی بگی نه، باهات راه نمیام. مالیاتی که یزدگرد سوم از مردم میگرفت، باز ببین اصلا بیرونی، اصلا به کل بیرونی، نمیشناسی یزدگرد سوم رو، یا کتابهایی رو خوندی که با فکر بد نوشته شده اون کتابا، با فکر منحرف کننده، همینجوری که 1400 سال ما رو منحرف کردن. یزدگرد سوم به این جهان نرسید عزیز من، قبلیاش میگرفتن. بسیار گزاف بود. نه شما نمیدونی، وارد نیستی، یه چیزی یا بهت گفتن یا یه چیزای اشتباه خوندی داری میگی. دوم اینکه خدا شما خود را بیدین معرفی میکنید، اما نسبت به دین زردشتی تعصب دارید. ببین گرفتاری داری. من نسبت به هیچ دینی تعصب ندارم. من اگر گوشاتو وا کنی برای یک بار برای همیشه، من زرتشت رو می ستایم چون راجع به دین حرف نزد، نصیحت کرد منو تو رو. اگرم گرفتاری داری با این مسئله، کتابهای دینی زرتشتی رو بذار کنار، برو گاتاها، پیامهای زرتشت رو بخون، اون وقت میفهمی که در مورد من خیلی اشتباه کردی، نه کم، یا اینکه تعصبی صحبت کردی. اگر تمام پیامبران دهان داشتن، زرتشت هم دهان داشت. زرتشت پیامبر نبود. تو حرفای منه تو این یک ساله هیچ کدومو گوش نکردی، هرچی خواستی گوش کردی. تو فکر میکنی هرکی این به گردنشه زرتشتیه؟ تو هنوز نمیدونی این علامت ایرانی بودنه، نه علامت زرتشتی بودن. زرتشت فروهر نداشت، ولی برو تو کتیبه های هخامنشیان، اون وقت فروهر رو میبینی. فروهر علامت ایرانی بودنه، صلیب علامت مسیحی بودنه، ستاره داوود علامت یهودی بودنه، الله، محمد، علی، این حرفا علامت مسلمان بودنه. فروهر علامت ایرانی بودنه، نه زرتشتی بودن. زرتشتی ها هم استفاده میکنن به دلیل اینکه اونها هم ایرانی اصیل هستند. من علت این که بحث میکنم روی این، برای اینکه آدمی مثل شما ممکنه خیلی زیاد باشه، من میخوام همه متوجه بشن، از گمراهی بیاید بیرون. به خصوص آن که زرتشت به دربار گشتاسب شاه پناه برد. شما اطلاعاتتون هم راجع به گشتاسب کمه، هم راجع به زرتشت. گشتاسب
که شاه شما صداش کردی، پسر رخراسب، پدر اسفندیار، اینا جزو اسطوره ایرانیه. اسطوره با تاریخ فرق میکنه. گشتاسب یک رئیس ایلی بود و از زرتشت حمایت کرد به خاطر حرفاش. یک خانی بود اون زمان، پادشاه نبود. ما داریم راجع به قبل از 2000 سال قبل از میلاد صحبت میکنیم. تاریخ مدون ما نداریم اونجا. ببین دوست عزیز، ما یک روزی باید خودمون با خودمون آشتی کنیم، با تاریخمون آشتی کنیم. من همه ی حرفم اینه که بفهمیم. حرف غلط اینه که زرتشت به درگاه گشتاسب شاه رفت. اینو شاهنامه نوشته. شاهنامه قصه قصه های سینه به سینه رو نقل کرده. شما در تاریخ رستم رو پیدا نمی کنی، در تاریخ اسفندیار رو پیدا نمی کنی. اسم ممکنه براشون بذارم پیشدادیان، ولی شما نمیدونی کیومرث کیه، نمیدونی هوشنگ کیه، نمیدونی سیامک کیه، مگر اینکه بری شاهنامه رو بخونی. اینها اسطوره های ما هستند. شاهنامه از زمان ساسانیان متمایل به تاریخ میشه. خدای نامک که پایه شاهنامه است، نوشته های قدیمی هاست که سینه به سینه یه چیزهایی به همدیگه گفتند. مثل تو قرآن که ذوالقرنین یه حاکم مال یمن بود، یواش یواش میان ترجمه میکنن چون اسطوره است در قرآن، ولی اصلش یه جایی بوده، یه حاکم محلی بوده. تو قرآن یه همیشه کوروش کبیر. وقتی میخوای یه چیزی رو بگی، بحث کنی که من روی ار بگم، یه مقداری مطالعه بکن. نیه زرتشت به دربار گشتاسب شاه پناه بود. من نمیدونم اینو از کجا آوردی، مگر اینکه شاهنامه خون باشی. اگه شاهنامه، من فکر نمی کنم شاهنامه خون باشی، چون کسی که شاهنامه خون باشه و اینا رو بدونه اینجوری ایمیل نمی نویسه. شما ملا و خاخام و کشیش و کاهن و بودایی رو دکاندار می دانید، اما هیچگاه صحبتی از فتنه معبدان زرتشتی نمی کنید. دروغ میگی، دروغ میگی. این حرفات حرف اسلامیه، حرف تعصبه. من میگم آخوند، آخونده مال هر دینی میخواد باشه. تو فرق زرتشت با دین زرتشتی رو نمیشناسی، خیلی ها نمیشناسن. من همیشه گفتم به آخوند وقتی سوال میکنی که شغل چیه، هیچی نداره بگه، میگه من خدا میفروشم. هیچ وقت من گفتم موبدان زرتشتی یا آخوندهای زرتشتی اینها مجزا هستن از آخوندهای دیگه؟ هر کسی دین بفروشه، یعنی هر کسی آزاده که هر دینی رو داشته باشه. هر کسی میتونه زرتشتی باشه، میتونه مسیحی باشه، میتونه یهودی باشه، میتونه مثل شما شیعه باشه، مسلمون باشه، هر چیزی باشه. اما اگر این اومد وسیله ارتزاقش قرار داد، دزده. برای اینکه
خدا میفروشه، پول میگیره. اما اگر یک کسی اومد یک کاسبی داشت، زندگیش از راه کاسبی میگذرونه، میشینه موعظه میکنه، به مردم نمیگه پول به من بدین که من براتون موعظه بکنم. وسیله ارتزاقش نیست این کار. اون آدم آدم خوبیه، هر دینی میخواد داشته باشه داشته باشه. شما بسیار بزرگوارید، اما چرا بی ادبی برخی را پاسخ میدهید؟ مگر غیر از این است که بی ادبی دیگران ارج و منزلت شما را بالا میبرد؟ من آدمی نیستم که هر کی هر چی گفت بگم دست شما درد نکنه. هر کی با هر زبونی با من حرف بزنه، با همون زبون باهاش حرف میزنم. چهارم، آن که شما غیر مستقیم به پیامبر اسلام توهین میکنید. ببین، ذاتتو نشون دادی. من اگر گفتم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشست گفت یه 700 نفر گردن بزنید، از نظر توی مسلمان شیعه توهینه. اگر گفتم پیامبر 68 جنگ کرد، اسمش غزوه بود و غزوه در فرهنگ عرب یعنی راهزنی، از نظر شما توهینه. پیامبره، پیامبر که دزدی نمیکنه، چون نمیخوای بری بخونی، گرفتاری داری، تعصب داری، و این تعصب اجازه فکر کردن از شما میگیره. پنجم، شما در مورد انقلاب همه را مقصر میدانید. درست است که در زمان شاه سابق وضع اجتماعی بهتر از حال بود، اما وضع سیاسی خیلی بد بود. وضع سیاسی اصلا میدونید سیاسی یعنی چی؟ یا نمیدونی؟ یا همین که آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من بارها و بارها گفتم در زمان شاه وضع همه چیز خوب بود، تو نمیتونستی بگی مرگ بر شاه. در تمام کشورهای مترقی ساواک وجود داره، بدون ساواک هیچ کشوری نمیگرده. در تمام کشورها زندان وجود داره، در تمام کشورها آدم اگر خلاف اون کشور حرفی بزنه، کاری بکنه، به گرفتاری برمیخوره. منتها در کشور امریکا قانون این کار میکنه. اون زمان عیبش این بود که میگفتن اعلیحضرت فرمودن. قانون بودا، ولی میگفت اعلیحضرت فرمودن. زندانی سیاسی ما زندانی نبود که کتاب خونده یا روزنامه خونده، اونا رو اذیت میکردن. اما تا وقتی کاری انجام نمیدادی، کاری باهات نداشتن، به تذکر میدادن آقا این کتابا رو نخون. همه کتابام بود، همه رو من خوندم، کسی هم بهم تذکر نداد. من سلطنت طلب نبودم. در زمان شاه تازه ما میخواستیم یواش یواش بریم جلو، اما اومده بودن تو مغز جنابالی کرده بودن. اگر اون وقت زنده بودی یا اگر شنیدی اشتباهی بهت گفتن که کشور ایران همین الان باید بشه سوئیس. هم چیزی امکان نداشت. ما رو باید با عراق مقایسه میکردن، ما رو باید با پاکستان مقایسه میکردن، ما رو باید با افغانستان مقایسه میکردند. ما اگر اون راه رو ادامه میدادیم، در دو نسل سه نسل بعدش مغزهای متفکر اون کشور رو عوض میکردند. شایسته سالاری شروع میشد. این جبر زمانه. تنها گرفتاری که ما در زمان آریا مهر داشتیم این بود که شما تمام مدارک که داشتی یه چیزی دیگه هم باید داشتی.
باید به شاه وفادار بودی. این غلطه. آدم باید به مملکت وفادار باشه. چون ارتش اگه مال شاه بود، موقعی که شاه رفت ارتش هم میره. ارتش اگه مال ایران بود، به شاه کاری نداشت. شاه رفت، ما ارتش ایرانی. شماها دنبال همون آدمایی هستین که انقلاب درست کردند و خودشون هم نمیدونن چرا انقلاب درست کردند. شماها دنبال آدمایی هستین که بیراهه رفتن و هنوز دارن میرن. قبل از اینکه این برنامه رو شروع کنم کتاب نوشته شما رو گفتم، هر ملتی حق انقلاب کردن داره، اما نه از چاله به چاه، نه از روی نفهمی. هر ملتی با فهم اگر این کار رو بکنه، هر ملتی اگر روشن فکر فهمیده داشته باشه، نه جلال آل احمد روشن فکرش باشه، نه احسان طبری روشن فکرش باشه، نه بازرگان یا نمیدونم سنجابی یا جبهه ملی توده اینا روشن فکر ایرانی داشته باشه، به ایران فکر کنه، نه یا آشغالی مثل بنی سگ رو بردارم بیان اونجا که شعورش این باشه که اگر یک مردی به یه زنی نگاه کنه، این اگه 90 سالش هم باشه، از موهاش یه اشعه‌ای میاد که اون مرد تحریک میشه. برید دنبال اصل قضیه، دنبال بدبختی که این وضع رو به سر ما آورد بگردید. انتقاد کردن از من خوبه، اما چیزی رو درست نمی کنه. اصل قضیه رو برید ببینید پایه از کجا خراب بود. من هیچ وقت نگفتم زمان شاه اونجا بهشت بود. هیچ وقت نگفتم شاه هیچ وقت اشتباه نکرد. شما نخواستی گوش بدی یا این نامه رو یکی نوشته داده دستت گفته اینه ایمیل کن. درست از زمان شاه سابق وضع اجتماعی ایران، ببین اون سابقو که میذاری یه گرفتاری داری. درسته شاه سابقه، اما همه نمیگن شاه سابق. خیلی ها تو اون مملکت که شما زندگی میکنی میگن اون خدا بیامرز. ببین دم خروس تو یه جاهای نشون میدی، اما وضع سیاسی خیلی بد بود. اشتباه میکنی شما، وضع سیاسی حالا بده، اون وقت بد نبود، اون وقت اینقدر بد بود. به نسبت اگه بخوای بگی با الان مقایسه کنی، 2% امروز بود بدیش. خود من حق حرف زدن نداشتم، اینو دارم میگم. من نه وزیر بودم نه وکیل، حتی کار سینما من مجبور شدم از دست دادم به خاطر نفهمی وزارت فرهنگ و هنر، به خاطر اینکه شایسته سالاری نبود. به خاطر اینکه میگم حالا اون بخوام بحث کنم میرسه به فردا، میخوام اینو تموم کنم براتون. هیچ حزبی حق صحبت نداشت، اما شاه اسلام پناه هر چقدر چپها را سرکوب کرد، به همان اندازه به آخوندها کمک میکرد. درسته. و این مهمترین دلیل برای رشد آخوندها بود. درسته. شما با اذعان جنبه‌های مثبت آن دوران بر سر مردم منت می‌گذارید. مگه من ارث بابامو به کسی میدم که منت بذارم؟ من میگم نفهمیدیم، حالا هم نمیگیم نفهمیدیم. منت چیه؟ آدم وقتی کار خلافی کرد یا باید معذرت بخواد یا اذعان کنه بگه من اشتباه کردم، هوا رو نگاه کردم، پام رفت تو چاله. اما نمیگویید علت رشد ملاها خود شاه بود. به شما گفتم درسته. و آخر این که شما در یکی از برنامه هاتون گفتین مجاهدین بدتر از آخوندها هستند. بله
بله بله. میدونی چرا؟ انتحاری رو مجاهدین یاد آخونده دادن، بمبگذاری رو مجاهدین یاد آخونده دادن، آدمکشی فلهی رو مجاهدین و توده‌ای ها و اکثریت و اقلیت یاد آخونده دادن. بعدم به سر خودشون اومد. اینهایی که دارم میگم من ملموس دیدم، شما قصه شنیدید. شعری هست میگه فرق است میان آنکه یارش در بر یا آنکه دو چشم انتظارش بر در. دنبال قصه نرو عزیزم، اگر نیت خوب داری، اگر فکر خوب داری، اگه این ایمیل رو خودت نوشتی، هر کاری میخوای بکنی مطالعه کن. اصلا من هرچی میگم مزخرفه، انقدر شهامت دارم که میگم آقا مزخرفای منو بریزین دور. من مزخرف میگم، مزخرف میگم، همش مزخرفه. چرا یه سال پای برنامه من نشستی؟ چی داره؟ چی به تو داده که یک سال نشستی؟ بعد از یک سال فقط همینا رو درک کردی؟ اگر مجاهدی، من به تو احترام میذارم، به توی مجاهد احترام میذارم، به مریم رجبی احترام نمیذارم. اگر یه روزی تو قد من راجع به مریم رجبی دونستی، او وقت تو هم احترام نمیذاری. ولی تو دلت میخواد مجاهد باشی؟ اگر من به تو بگم اشتباه میکنی، خودم اشتباه میکنم. اگر من برای تو تعیین تکلیف بکنم که تو چی باشی، کار بدی کردم. من فقط میگم برو ببین چرا مجاهدی. همینجوری که میگم قرآن رو بخون که چرا مسلمونی. هر کسی که هر رگه‌ای یا به هر بهانه‌ای از دین بخواد سوار مردم بشه، من باهاش مخالفم. مجاهدین یکی از اینا هستن. دوست عزیزم به دنبال خرد برو، برو به دنبال خرد، همه چیز برات درست میشه. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. قبل از اینکه به درود بگم به شما، امروز 16 ماه فوریه است و ماه بسیار بدی رو شما برای من تدارک دیدید از نظر مالی و از نظر خرید و از نظر کمک. اینه که رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org و اونهایی که تو ایران هستن خودشون میدونن کجاها برن. کمک کنید این برنامه ادامه پیدا کنه اگه دلتون میخواد، اگر فکر میکنید برای آینده ایران مفیده. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.